با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است و اول جولای 2015. بله، سالها میآیند و میروند، گفت سال دیگر را که میداند حیات، یا کجا بود اون که با ما رفت پار. خدمتون عرض کنم کار به جایی رسیده است که حقیقتاً بعض اوقات من فکر میکنم مثل این که وجدان ملی ما به خواب رفته. یک اخباری که آدم بیزار میشه از این که نمیدونم باید چی گفت. یک آخوند با وجدان با شرف اردبرقیش رو آورده در جمع، نمیدونم کدوم شهر بود، مثل که شیراز بود، دست یک نفر رو دوز رو قطع بکنه. حیرت انگیز این وحشیگری و ناگفتنی این جنایت. و از این آخوند بدتر، اون هموطنانی که میان تماشا، به تماشای چه آمدی هموطن؟ از جهالت تو جهان تیره شد بابا، به خدا قسم. چه چیزی رو تماشا، کجاش تماشاییه، چه چیزش تماشاییه؟ لابد باید خدا رو شکر میکنی که دست اونو بریدن دست تو رو نبریدن، همینه دیگه. آقا ما بین ما نفاق و فساد و هزار دستگی از قدیم بوده، متاسفم این رو خدمتتون عرض کنم. یه دلاوری بود به نام عباس میرزا، این فقط با لشکر آذربایجان بیچاره رفته بود باره. برادراش اینا دعا میکردن این بخور زمین. این اواخر هم نامه نوشتن به اون فرمانده روسا که آقا ما اینو دستگیر کنیم بیاریم خدمت شما تحویل بدی. اون بابا هم در خاطراتش میگه که من دیدم اگه این رو به ما تحویل بدن دیگه کسی نیست باش مذاکره کنیم. گفتم نمیخوام به من تحویل بدن. یعنی ما یک ملت یک پارچه غم ها غمخوار یک دیگر نبودیم. آقا عرض کردم این واژه ملت ما هنوز در گیر و دارش هستیم که آیا این واژه با این واژه چه کنیم، این واژه در مورد ما معنی دارد واقعا. ملت ملت آمریکاست. یک آدم، دو تا جنایتکار فرار کردن از یکی از زندان‌های نیویورک، یکیشو سه تا تیر زدن تو مغزش کشتنش، این یکی رن به خاطر که ببینن در زندان چه مفاسدی بوده اینا دوتا تیر بزن که به پایش زدن و گرفتنشو همون از اونجا که بردنش بیمارستان رفتن با قلم و دفتر که اسرار رو ببینن. مردم بلند شدن آقا این رو اول معالجه بکنید بعد محاکمه بکنید، حق ندارید این بابا رو محاکمه بکنید قبل از اینکه معالجه بشه. برمیگردیم سر اون آخوند. از این باید پرسید که آخوند اولا که در شرع انور، شرع انور محمدی، شرع انور محمدی بارها عرض کردم، صد بار دیگه هم خواهم گفت، از غارت مال مردم گسترش پیدا کرده. به امید غارت و دزدی این جمع شدن دوره هم. دلیلش همین که 13 سال در مکه 30 نفر 40 نفر مسلمان شد. چی شد که یک مرتبه شدن 10,000 نفر؟ غارت دست جمعی دیگه، دزد انفرادی دیده نمیشد. هر کسی هم گفت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، مال و جان و شرف و حیثیت بقیه خلق خدا به این حلاله، تو فقط اینو بگو. جواز دزدی و سرقت و توهین و تحقیر دیگران و تعصب و کشتن بچه ها و فروختن زن ها و اینا همه بچه ها حلال میشه، فقط همین یکی رو بگو. اما دوز یعنی دل دوز، آفتاب دوز، دستشو باید قطع کن. حالا قانون خودشون هم دارم، اول 4 تا انگوششو میزنی، بعد از مش میزنی، یه باشوش از اینجا میزنی. که چی شده؟ آقا بیاد این آخونده با شرف یا آخونده با شرف دیگه که اره برقشون کار میکنه به بوسن خودشون.
که آیا همه دل دزدای ایران، همه آفتاب دزدای ایران از روزگار انقلاب تا امروز 200,000 دلار نتونستن بدزدن؟ دزدا تو تهرونن پدر، دزدا از بیت رهبری دارن در... که واقعا ننگ بشر بود و ننگ بشر هست. 800 بیلیون دلار پول این سرزمین رو، این مردم رو مردم چیکار کرد؟ بیلیون بیلیون از بیت رهبری ثروت های مملکت رفت دست حسن و نصرالله و بشار الاسد و همه آدم کشا و تروریست های عالم. دوزا اونجا هستن، نه یه بدبختی که از گرسنگی شب رفته نمیدونم یه قالیچه دزدیده، خیلی خوب رفته توی نمیدونم بقالی نمیدونم 50 تومن از پولی بابارش رو فرار کرده، دست اینها رو قطع کرده. اصلا دست قطع کردن من نمیدونم چی بگم واقعا. این وحشیگری آقا مارد عهد بوغه، بوغ چه ارز کنم، بوغ نبود اون زمان که این قوانین در آمد، متعلق است به بابل. هر که دوزی کرد دستش قطع کن. حالا مالکشان عزیز بعضیشان دوستان خود من هستن یا نه قطع کن، نه که ببری قطع کنین، یه دست دوز رو کوتاه کنین. خب البته وقتی میبریش کوتاه هم میشه دیگه بابا جان. تازیانه زدن و سنگسار کردن و دست بریدن و قصاص و اینا منتهای وحشیگریه. خب آدم که از این کارا نمیکنه که، اینا یه مش وحشی بیابونی بودن بابا. خب یه لیدری هم که پیدا میکنن اونم از اوناست دیگه، اون که از جای دیگه نمیده که، اونم مثل هموناست، هوش بیشتری داشته اینا رو کنترل کرده، دستورم صادر میکنه از آسمان آمده. همین دیشب جبرئیل آمد گفت دستا رو قطع کنید. ای بابا به این جبرئیل و اون خدا و اون الله و اینا. یه کسی میگفت تمام خاک بلوچستان رو اینا یا فروختن یا 500 تا کامیون به طور روزمره داره میره به کشورهای عربی، چون در عرب بین عرب ها بیچاره های بدبخت ریگ روانه، 5 گرم خاک کشاورزی ندارن اینا. این خاک اینطور نیست که همه جا خاک باشد بابا جان. بر اثر گذشت روزگار و نمیدونم شرایط و چیز و بودن عناصر خاصی در اون سرزمین و آفتاب و گذشت زمان، یک پدیده به وجود میاد بهش میگن تاپسول. این تاپسول یا هوموس که در ایران به طور متوسط عرض کنم که قطرش به اندازه یک آجره، یعنی 4 سانتی متر. اگه همش رو حالا جلوی خوزستان ممکنه مثلا 80-50 سانتی متر، 80 سانتی متر در دشت مقان ممکنه از 80 سانتی متر باشه، ولی روی هم که حساب کنیم نمیشه 4 سانتی متر. این 4 سانتی متر که برداریم زیرش کل روسه، خاک روسه، حاصل خیز نیست. این همه کشاورزان ایران به طور سنتی زحمت میکشیدن، کود میدادن، نمیدونم بیل میزدن، کود میدادن، آب بسیار میدادن، اینها به خاطر که این زمین فقیر بود. اینها با فوت و فن خاص و اون چی در 2500 3000 سال 4000 سال آموخته بودن به کار میبردن، یک محصولی به دست میدادن یه فقط کافی بود برای مصرف محلی. اینها کشور ما قربتون برم 8% قابل کشاورزی، 80% هم کوه، بقیه‌اش هم کویره. این 8% تا قبل از آخوندها، این تا اونها 4% هم آب داشت، یعنی 4% این سطح این مملکت قابل کشاورزی بود که آب داشت، 4% هم قابل کشاورزی بود که آب نداشت. اینا آمدن گفتن آقا همه کار دنیا آسانه، اینا همش هم تو قرآنه، درستش میکنیم، بزنید چا.
زدن نمیدونم 300,000 400,000 نمیدونم، من اخباری که ما میشنویم و میخوریم اینا. این آبای سطحی داشت ایران، آبی نداره ایران، اینا پایین نشستن و عرض کنم که با آب نمک مخلوط شدن و این فاجعه ای که متخصصین میگویند شاید که مجبور بشن 540 میلیون ایرانی مهاجرت کنن از بخش های کبیری و خشک، دیگه چیزی نمونده، آبی نمونده، بیاد به طرف دریای شمال این سو اون سوی مکانی برای خودشون پیدا کن. این مدیریت آخوند بوده در اون سرزمین. باری این کشور آمریکا 20% قابل کشاورزیه، 20% از حدود 10 میلیون کیلومتر مربع. ما 4%مون قابل کشاورزی هست از 1,648,000 کیلومتر مربع. هندوستان زرخیز حاصلخیز، بعض جاها تا 5 متر شما بکنی باز حاصلخیزه. یک عرض کنند که رئیس بخش کشاورزی منطقه اودپور، بنده ازش پرسیدم که آقا اینجا چگونه است، گفت خاک اینجا تا 5 متر حاصلخیزه. سرزمین فقیری داریم به لحاظ کشاورزی و این اجداد ما با یک مهارتی خاص آمده بودند و محصول تولید کرده بودند، با نبوغ خاص آمده بودند و از هیچ آب درآورده بودند. یعنی جینیس ایرانی و اون آدم های اول که اومدن همین قنات بوده، نبوغ ایرانی در قنات اول جلوه کرده. شاه افقی در منطقه ما، من میتونم الان برای شما 50 قنات نام ببرم که اینا همه آب داشتن. در کل حوزه گلپایگان 2 قنات دیگه بیشتر آب نداره، همه خشکیدن. یه آصف آباد هست، یکی هم در گوگرد هست، بقیه خوش شدن از برکات این رژیم عرض کنم که اسلامی عزیز. ولی الحمدلله حالا اینا رو نداریم، آب نداریم، دینمون خیلی خوبه خدا رو شکر الحمدلله، بهشتمون حتمی شده. اون حوریا و حوریای کثیف و اون عرض کنم آب کثیف و اون درخت احمقانه. بله عرش رو برده دست این بابا رو. خب بعدی که دست این بابا رو بریدی، تکلیف این آقا چیه؟ باید بری چیکار کن؟ تو حکم الهی رو اجرا کردی، ولی تکلیف این آدم چیه؟ این مایه ننگی که مملکت ما زده دوستان، این طاعون حقیقتاً بزرگترین توهین بوده به تاریخ این مملکت و به مردم این سرزمین و به بزرگیهاش و به فرزانگیهاش. هی آمدن دزدان غارتگر ریختن سر این مردم، این مردم رو کشتن، از سراشون مناره درست کردن. اینها باز زنده شد، باز تولید کرد، تولید معرفت کرد. حالا به انحطاط رفت، ولی در همین سراشیب انحطاط هم چیزهای زیبا تولید کردیم مملکت. اما 30 هرچی از این کشور میاد بیرون جز زشتی چیزی نیست، سخنان زشت، اعمال زشت، کارهای زشت ضد بشری. خب اجازه بدید که یک قطعه ساز من شنیدم که قبلا براتون پخش کردم، فوق‌العاده است، از مرحوم لطفی، محمد رضا لطفی، پیش درآمد اصفهان، بشنویم برمیگردیم بریم سر کار اصلیمون. اینجا امروز از شبت که داستان دوستان شدیم در بیت اصفهان از آقای لطفی، مرحوم لطفی، یکی از شاهکارها بود واقعا. حیف که این در پیش در آمد، در واقع مثل که در بزم خصوصی بوده و ضبط بدی داشت، وگرنه بی نظیر این لطفی رو در اوج کارش نشون میده، زمانی که عرض کنم که این راه اون را کشیده نشده بود و تمرکزش روی تار بود، پهلوانی بود. باری
اجازه بدید که بگذاریم از این داستان‌ها، برویم ببینیم که در پرونده میتولوژی و داستان‌های پهلوانی چه داریم. داستان رستم و اسفندیار خدمتتون خوندم که بهمن آمد و پیغام آورد برای رستم که آمده است اسفندیار و همون پیغام کذا و کذا که بله ما شما رو دستگیر کنیم، دست ببندیم، ببریم خدمت اعلیحضرت گشتاسپ، اونجا ما بعد شفاعت میکنیم شما رو ببخشن. حالا شما بیاید ببینید که داستان چگونه است. کسی که آزاده ترین پهلوانان هست بگید آقا من میخوام دست شما رو ببندم ببرمتون به دربار. باری بله، خب اینجا رو خدمتتون خوندم که مشغول غذا خوردن بودن و دید که این خیلی ریزای کوچیک برمیداره و اینها. خب میگوید که نمک بر پراکند و ببرید و خرد. اینجا به ضرورت وز قافیه باستی خورد بگیم خرد. نظاره برو اون سرفراز مرد، همین خورد بهمن ز گورندکی، نبود خوردنی زان او صد یکی. بخندید رستم بدو گفت شاه، ز بهر خورش دارد این پیشگاه، خورش چون بدین گونه داری بخان، چسان رفتی اندر دم هفت خان. چگونه زنی نیزه در کارزار، چو خوردن چنین داری ای شهریار. بدو گفت بهمن که خسرو نژاد، سخنگوی و بسیار خاره مباد. بهمن گفت آدم اشرافی پر حرف و شکمواره نباستی باشه. میگن که آخوند وقتی میشینه سر سفره، میشینه سر زاویه سفره که از دو طرف بست ملا اگر به قاب رسد، یعنی قاب پلو، میکند تا به سطح آب رسد. مشهور بودن این ملا. یعنی میگه که آقا آدم اشرافی اینجا میگه سخنگویو، یعنی نه که سخنگو نباشه، یعنی پرگو نباشه. به قول عرب ها مکسار نباشه، یعنی کثیرگو، پرحرف نباشه. بسیار خوب میگید. بله سخنگوی و بسیار خاره مباد. البته اگه کسی بخواد روی حریر بخوابه هیچ کاری انجام نده، خب غذایی هم که میخوره به اندازه انرژی که مصرف میکنه. اما عرض میکنم که اون عرض شود که سلاح سنگین رستم رو با خودش حمل کنه و از ایران بعد به مازندران شب تیره و گرزهای گران، اون موقع اینجوری سوسولی نمیتونه غذا بخوره. این حالا داره برای خودش یک جای باز بکنه، در واقع یک پوزی میده. خب خورش کم بود کوشش جنگ، بیش به کف برنهد هر زمان جان خیش. بخندید رستم به آواز گفت که مردی ز مردان نشاید نهفت. بله که مردی ز مردان نشاید نهفت. یه جای دیگه می فرماید هنرهای مردان نشاید نهفت. یکی جام زرین پر از باده کرد، و از او یاد مردان آزاده کرد. و چقدر مناسبه این واژه آزاده اینجا، مردان آزاده، این در واقع صفتی که آورده برای آزادی و آزادگی. میگفت میخورم به سلامتی آزاد مردان، چون این آمده به دستور پدرش پیغام بیاره که بله پدر بزرگ من دستور داده که دست شما رو ببندیم. رستم هم برمی‌داره جام رو به یاد آزادگان.
ابن خلدون میگو بهترین شعر شعری است که مطابق مقصود گفته شده باشد. سخن فردوسی این صفت رو بیشتر از هر شاعر دیگری دارد. هر جای کتاب شما باز کنید در باب هر داستانی، سخن کاملا برابر مقصوده. حرف اضافی و اطناب‌های وارد به قول قدم‌ها و اینها درش پیدا نمی‌کنید. میگوید یکی جام زرین پر از باده کرد، رزو یاد مردان آزاده کرد. دیگر جام بر دست بهمن نهاد، که برگیر از اون کس که خواهی تو یاد. گفت ما به سلامتی آزادی خوردیم، آزادگان، مردان آزاده، شما هم این جام را دست من بگیر و به یاد هر کسی که میخواهی بنوش. این سنت مینوشیدن عرض کردم داستان خیلی قدیمی دارد، رسمی داشته است. باد خوردن اینگونه نبوده که ماسه خیار درست کنی یک کاسه به این گندگی دو تا بطری عرق هم بذاری و یکی رو سلامتی، اینجوری نبوده. داستان داره، بزرگان در این باب چپترها پرداختن، کتابها نوشته شده. در آداب شراب خوردن حاجی نصیرالدین طوسی دیدم خوب توضیح داده که چگونه در مجلس بزرگان بایستی شراب خورد. حالا خب بترسید بهمن ز جام نبید، زواره نخستین دمی در کشید. این چیز شاهزادان و شاهان و اینا مرتب از جانشون میترسن که نکنه سم به اینا بدن بخورن. گفت نکنه که دنی چیزی ریختن. اینا زواره که برادر رستم هست از اون جام یا از اون قراوه شراب یا ظرف شراب یک جام دمی در کشید، خورد که یعنی در کشنی خورد که بگی آقا این چیزی نیست، نترس بچه. بدو گفت ایا بچه شهریار، به تو شاد بازا می و میگسار. از او بستدون جام بهمن سبک، دلازار میخاره ای بود تنک. یعنی تنک معنیش معلوم است، یعنی میخاره تنکی بود، یعنی سنگین نمیتونست جام های گران، رطل گران عرض میکنم نمیتوانست که بخوره، یه چیزی میزد دیگه. همیمان از رستم اندر شگفت، از اون خوردن و یال و بازو و کفت. نشستند بر باره هر دو سوار، همی راند بهمن بر نامدار. بدادش یکا یک درود و پیام، از اسفندیارون یل نیک نام. سوار شدند که برگردند، شروع کرد پیغام دادن. چو بشنید رستم ز بهمن سخن، پراندیشه شد مغز مرد کهن. این اندیشه به فکر فرو رفت، نگران شد. اندیشه معانی مختلف داره در شاهنامه، بعض اوقات بیم و هراس، هم میگوید پراندیشه شد. وقتی شنید در واقع این احوال به او روی داد. چون این گفت آری شنیدم پیام، دلم شد به دیدار تو شاد کام. ز من پاسخ این بر به اسفندیار، که شیر دل مهتر نامدار. هر آن کس که دارد روانش خرد، سر مایه کارها بنگرد. و این پیغام از من به اسفندیار بده. چو مردی و پیروزی و خواسته، ورا باشد و گنجا راسته. بزرگی و گردی و نام بلند،
به نزد گرانمایگان ارجمند بگیتی بر اینسان که اکنون تویی نباید که دارد سرش بدخویی. بباشیم برداد یزدان پرست نگیریم دست بدی را به دست. سخن هرچه برگفتنش روی نیست درختی بود کشبر و بوی نیست. اگر جان تو بسپرد راه آز شود کار بی سود بر تو دراز. گفت همه این چیزا رو که داری، مقام پادشاهی داری و شاهزاده هستی، گنج و سپاه و همه اینها داری، باید طریق نیکی رو طی بکنی. اگر زیاد طلب شدی و طمع در تو جان گرفت شود کار بی سود بر تو دراز. فردوسی آز رو خیلی بد میداند، طمع. آخونده رو ببینی، طمع کارتر از ملا و شیخ. آخوند فرق نمیکنه ها، مسیحیش و غیر مسیحیش و سنیش و شیعش اینا فرق نمیکنه. آخوند طمع کاره، هرچی هم بهش بدی حلمن مزید میزن. قربان یابوهای پرخور کمدو، آفت کاه و قارت جو. در باب آخونده فراهانی گفت، فراهانی بزرگ. بله، ابوالقاسم فراهانی. این آخوندا گوده ملا لوده خداست، هر چه میدهی حلمن مزید میزند. مانند یابوهای پرخور کمدو، آفت کاه و قارت جو. خب این نصیحت رو داره رستم برای اسفندیار بیفرسه. چومه در سرایت سخن سخته به، ز گفتاو بد کام پردخته به. پرداخت، پرداخت یعنی پاک که نباشد. اگر آدم بزرگی حرف میزنه بهتره که پخته باشه، سنجیده باشه، سخته باشه. سخته یعنی سنجیده. ز گفتار اون کس بودی بنده شاد، که گفتی که چون تو ز مادر نزاد. مردی و فرهنگ و رای و خرد، همی بر نیاکان خود بگذرد. چون این است نامت به بربرستان، به روم و به چین و به خاورستان یعنی خاورستان. از این بند ها بند ها از این بند ها داشتم من سپاس، ستایش کنم روز و شب، روز و در شب سپاس. زیزدان همین آرزو خواستم، که اکنون بدو دل بیاراستم. که بینم پسندیده چهر تو را، بزرگی و گردی و مهر تو را. آرزوی من این بود که تو رو ببینم. خوشحال هستم که آمدی لب هیرمند و من بیام و تو رو ببینم. کنون اون چه جستم همه یافتم، به خواهش همین تیز بشتافتم. به پیش تایم کنون بی سپاه، ز تو بشنوم اون چه فرمود شاه. شاه اینجا کنایه از بهمن هست، یا از گشتاس میگه ز تو بشنوم اون چه فرمود شاه، یعنی اون چه پدر تو گفت. پادشاه ایران گشتاسپه، در زمان گشتاسپ هم هست که زرتشت ظهور کرده. باری اینجا گشتاسپ رو ویشتاسپ گفتن. بیارم برد عهد شاهان داد، ز کیخسرو آغاز تا کیقباد. کنون ای تمتن تو در کار من، نگه کن به کردار بسیار من. بدان نیکوی ها که من کردم، همون رنج و غم ها که من خوردم. پرستیدن شهریاران همان، از امروز تا روز پیشین زمان. چه پاداش این رنج بند آیدم، و از آن شاه ایران گزند آیدم. همون به که گیتی نبیند کسی،
چو بیند بدو در نماند بسی. واقعاً بشه سزاوار همین کارهای من. بند و زندان باشه بهتره که چنین کسی زنده نباشد. خودشو داره میگه بیایم بگویم همه راز خیش، زگیتی برف رازم آواز خیش. کتابی که دارم میخونم تصحیح ژول فون مول هست، شرقشناس آلمانی ساکن فرانسه بین سالهای 1830 تا 1875-6. این مرد بزرگ تمام عمر خودش رو در کار این کتاب گذاشت و ترجمه ای هم از اون به دست داد به زبان فرانسوی. این یک قسمت، یک ورق این روی فارسی و ترجمهش هم در مقابلش هست. در اون روزگار شرقشناسان بزرگی در پاریس بودن، استادان زبان فارسی اونجا بودن، استادان زبان چینی اونجا بودن. در هیچ دوره شرقشناسی، اون دوره طلایی قرن 19 پاریس رو نداشته، نظر مناسبات و دوستی ها و اکتشافات و همه اینها بی نظیر بوده. مول هم در اونجا کار میکرده. دوستان زنگ میزنن ما چه شاهنامه بگیریم. چاپ مول خیلی خوبه، چاپ مسکو هم خوبه. منتها مشکل مسکو اینه که از روی لندن رو نویسی کرده، سرفصل نداره، شخص حیران میشه پیدا نمیکنه مطلب رو. همه اینا فصل داره، آمدن بهمن از رستم، جواب دادن رستم بهمن را، اینا فصل و وصل داره، یه ابتدا داره یه انتها، هر بخشی یه ابتدا داره یه انتها. اینطور نیست که همش یکی که فقط یه فاصله گذاشته و بعد اشعار را آورده. هیچ سرفصلی نداره، شما باید بگردین، نه که هیچ نداره ها، یعنی به جای 10 سرفصل یه سرفصل داره، فقط همون شروع داستان هست که تا آخرش هیچی نیست. 3000 بیت، 3200 بیت داستان کاموس شاید 2 تا سرفصل داره. بله، یعنی این مرد فرانسوی منطق داستان ها رو میفهمیده و به هم نریخت منطق رو. این دوستان خودمان اصلا نفهمیدن دارن چیکار میکنن، کجا هستن، داستان چی هست. خب بگذاریم، پیاده بیایم به چرم پلنگ، شکستم فکندم، ببخشید، بده به بازو ببندم یکی پالهنگ. از اون پس که من گردن ژنده پیل شکستم فکندم به دریای نیل، چو از من گناهی نیامد پدید که از اون بد سرم را بباید برید، سخنهای ناخوش ز من دور دار، به بدها دل دیو رنجور دار. مگو اون که هرگز نگفته است کس، ز مردی مکن باد را در قفس. به به، او یه چیزی داره میگه که بشر بهش فکر نمی کرده، اونم به بند کشیدن رستم و دوانیدنش تا دربار کام دربار گشتاسپ. همچنین غلطی رو هیچ که نکرده. شما هر چقدر مرد باشی، زورمند باشی، باد رو در قفس نمیتوانی بکنی. آزاده، باد آزاد در قفس جا نمیگیره. میخوام آقا باد زندانی کنم. به مردی یا زمردی مکن باد را در قفس. بزرگان بر آتش نیابند را، به دریا گذر نیست بی آشنا. آشنا اینجا یعنی شناوری. هیچ دانی آشنا کردن بگو، گفت نی از من تو ملاحی مجو. مولانا اون یکی نحوی به کشتی در نشست، یعنی کسی که عالم علم نحو بود،
معمولا اینا یک نوع کبر و غرور و فلس فروشی داشتن این نحوی ها. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی بان نهادون بود پرست، اون خود پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا، یعنی نمیدونم. نه، گفت نیم عمر تو شد در فنا، باد کشتی را به گردابی فکن، رو شنا بلدی بکنی. گفت نی، از من تو ملاحی مجو، در بختیاری هنوز میگن ملاحی کنه، یعنی داره شنا میکنه، ملاحی از من نجو و از من شنا کردن بلد نیستم. گفت کل عمرت ای نحوی فناس، زون که کشتی غرق در گرداب هاست، یا کشتی غرق این گرداب هاست. خب عثار طوس هم 400-500 سالی پیش از مولانا، بزرگان بر آتش نیابند را، به دریا گذر نیست بی آشنا، همون تابش ماه نتوان نهفت، نه روبه توان کرد با شیر جفت. بحبه. زبان رستم مستدل، نیرومند و پر از آزادگی، ضمن این که احترام را هم داره نگه می‌داره و نصیحت می‌کنه. تو بر راه من بر ستیزه مریز، که من خود یکی مایم در ستیز. اصلا جان جنگ منم، روح جنگ منم، تو بران از جنگ نترسان آقادون، که من خود یکی مایم در ستی. این حضرت علی علیه السلام، خالق آسمان ها و کهکشان ها و آسمان و زمین و اینا، وقتی رفت به جنگ پسر عموش معاویه، نمیش ای معاویه من ابوالحسنم، قاتل دایی تو و برادر تو ماشالله، و اون شمشیر با من است، آمدم سراغ. معاویه جواب داد که تو من از جنگ مترسان، که من پسر حربم. معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، حرب اسم پدر بزرگش بود، یعنی جنگ. تو من پسر جنگم، تو من از جنگ میترسونی. رستم هم که من خود یکی مایم در ستیز. اینجا بر روی هم اوج زبان استاد حکیم ابوالقاسم فردوسی در این داستان هست. این بزرگترین شاهکار زبان فارسی است، داستان رستم اسفندیار. بله، تو بر راه من بر ستیز مریز، که من خود یکی مایم در ستیز. ندیده است کس بند بر پای من، نبگرفت پیل ژیان جای من. تو اون کن که از شهریاران سزاست، مدار آز را دیو بر دست راست. به مردیز دل دور کن خشم و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. گفت تو بابا آدم خام جوانی هستی، تو سخنهای خام میگوی، بریز دور این حرفای بیهوده رو، بریز دور آقا، بریز دور. بله، به دل خرمی دار و بگذر زرود، که از پاک دادار بادت درود. گرامین کنین خانه ما به سور، مباش از پرستنده خیش دور. پرستنده اینجا این کسی نیست که میپرسته، یعنی کسی که مواظبت میکنه، مثل پرستاره.
و منزل خودت بفرمایید، بیا این سوی رودخانه و بیا به منزل ما، و منزل ما رو به وجود خودت شاد کن، روشن کن. بله، ولی آدم ایدئولوژی حرفا حالیش نیست که، مثل که استالین رو بخوای دعوت کنی بیاریم بیا تشریف بیاریم منزل ما، میاد ولی میگه بچه‌هاش اول ببرین سر ببرین، سر خودش هم ببرین، انبارش رو به نفع حزب جمع کنیم. آدم ایدئولوژی باید بذاریم و از دستش فرار کنیم. آدم تنگ نظر و جامد الفکر رو باید فرار کنیم ازش. حالا چه اسلامی باشه، چه نمیدونم مارکسیست باشه، چه مسیحی باشه، فرق نمیکنه. ماویست باشه. ماویست یعنی چه؟ دنیا جای بزرگی سوا، اندیشه‌ها مختلفه. طریق انسانیت کجاست؟ اونو باید نگاه کرد. ایدئولوژی به محض اینکه برپا شد خودی و غیر خودی درست میکنه و بر نفی و حذف غیر خودی اصرار میبرزه، آدم کشی میکنه، مثل اسلام، مثل همین کمونیسم. 100 میلیون نفر قریبا این کمونیست ها کشتن در قرن 20. ایدئولوژی رو باید پرد کرد دور، باید با منطق و خرد کار کرد، ببین آقا چه طریقی بهترین طریق هست برای اداره جامعه. نه خیلی این که ما میگوییم درسته، یه کتاب هم زیر بغلش، ایدئولوگا خب یه کتابی هستن دیگه، این طباطبایی ها یه کتابی هم بیچارا، از یه کتابی باید گویخت فرار کرد، خطرناکن دیگه، خطرناک. خب چنان چون بودم کهتر کیقوباد، کنون از تو دارم دل و مغز شاد. چایی به نزدیک من با سپاه، همی در به شادی بباشی دو ماه. برا ساید از رنج مرد و ستور، دل دشمنان گردد از رشک کور. همه دشت نخشیر و مرغ اندر آب، اگر دیرمانی نگیرد شتاب. ببینم ز تو زور مردان جنگ، به شمشیر شیر افکنی گر پلنگ، یعنی یا پلنگ. چه خواهی که لشکر به ایران بری، به نزدیک شاه دل ایران بری. گشایم در گنج های کهان، که ایدر فکندم به شمشیر بن. کهانه در واقع شده کهن. بله، به پیش تو آرم همه هرچه هست، که من گرد کردم به نیروی دست. ببر اون چه خواهی و دیگر ببخش، مکن بر دل ما چون این روز رخش. البته این رخش باید غلط باشه اینجا، باید سبرین نگاه کن. چون گام رفتن فراز آیدت، به دیدار خسرو نیاز آیدت. انان از انانت نپیچم برا، خرامان بیایم به نزدیک شاه. و خودم به همراه تو انان در انان سوار میام اونجا ببینیم خدمت پادشاه. چون وقت ما تمام شد، بقیه سخن رستم رو رها میکنیم به برنامه دیگر. بله، خب خداوند شما رو حفظ کناد، خداوند ایران زمین رو حفظ کناد، خداوند آزادی رو حفظ کناد و از آن هم نصیبی ما بدهاد انشاءالله تعالی. بله، با سپاس از امیر و شما هموطنان گرامی و بزرگوار، تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین. زنده باد.